نخست سرخط خبرها. بی‌پروایی حکومت به دادخواهی‌های شهروندان از زبان فعالان مدنی. هراتیان می‌گویند تداوم این روند لطمه بزرگی بر دموکراسی ایجاد می‌کند. متاسفانه هیچ حرکتی و هیچ صدای یا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای این فعالین مدنی نیست. پشتیبانی برخی هراتیان از اعلام نتایج انتخابات. آنان جنجال‌های انتخاباتی را نگران کننده می‌خوانند. همه این مردم از جنگ و ناامنی و این وضعیت فعلی خسته شدن و به یک حکومت خوب نیاز دارن که زعیم خود خود ما انتخاب کنیم، پس ما حمایت میکنیم. آغاز هفته کاهش خشونت در افغانستان. توافقنامه صلح میان آمریکا و پیکارجویان طالب در دهم حوت امضا می شود. نخستین اقدام تیم ثبات با همگرایی پس از اعلام نتایج انتخابات. آقای عبدالله رئیس شورای ولایتی سرپل را به حیث والی معرفی کرد. و خبر دیگر اینکه سازمان جهانی صحت میگوید فرصت جلوگیری از شیوع کرونا در حال اتمام است. فرصت هنوز وجود دارد ولی هر روز کمتر می شود. برای کنترل اپیدمی باید هرچه سریعتر اقدام کرد، چون می تواند در هر جهتی پخش شود. بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. فعالان مدنی ولایت هرات نسبت به بیکاری زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه مسئولین شدند. شکیلا حق‌دوست یکی از فعالان مدنی میگوید اکثر زنان بیکار ولسوالی غوریان دانش آموخته هستند، اما موانع بزرگی برای داشتن شغل در مقابل آنها قرار گرفته است. خانم های غوریانی خانم هایی هستند بسیار پرتلاش، بسیار فرهنگی و بسیار ما همال شاید چندین هزار شاگرد ما فارغ صنف 14 داریم، فارغ صنف 12 داریم، حتی لیسانس داریم که همه از اینا با بیکاری مواجه هستند و تلاش ها و فعالیت ها زیاد هست، منتها چالش ها هم در کناری هست. با امیدواریم از مسئولین خواهش می‌کنیم که به تمام ولسوالی ها خصوصا غوریان نظر داشته باشند. شماری از ساکنان هرات امروز در این ولایت با حمایت از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند تا بر تصمیم کمیسیون انتخابات حرمت گذارند. این شمار از ساکنان هرات می‌گویند که باید به بحران‌های به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری هر چه زودتر پایان داده شود. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دامنه کنش و واکنش ها در پیوند به این قضیه هر روز بیشتر از قبل گسترش می‌یابد. شماری از تیم‌های انتخاباتی با تأکید بر شفافیت روند انتخاباتی، تیم رقیب را به تقلب‌کاری متهم کرده و برای ایجاد حکومت موازی رایزنی دارند، اما برخی ها هم نتایج برآمده از سوی کمیسیون انتخابات را مورد تایید قرار می‌دهند. در این میان امروز شماری از اعضای مجمع اصلاح طلبان و ساکنان هرات با برپایی مراسمی از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اعلام حمایت کردند. نظام های دموکراتیک مشروعیت خود از طریق کمیسیون های انتخاباتی و رأی مردم میگیره و کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده. امروز یک تعداد زیادی از متنفذین، بزرگان، علمای کرام، سران اقوام هرات در این تالار جمع شده و حمایت خود از فیصل‌های کمیسیون انتخابات و انتخاب و موفقیت تیم دولت‌ساز با زعامت جلالت مآب دکتر سید محمد اشرف غنی اعلام کردند. با آنکه از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چند روز می‌گذرد، اما نامزدان معترض در ادامه اعتراضاتشان بر تشکیل کابینه ی تیم انتخاباتیشان تاکید دارند و این موضوع است که شهروندان کشور به عاقبت آن به دیده ی تردید می نگرند. ما از بزرگای سیاسی افغانستان، از نامزدهایی که در پروسه انتخابات شرکت داشتند، می خواهیم که بیایند به فیصله کمیسیون انتخابات، به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند و از کشاکش و از ایجاد بحران برای مردم جلوگیری کنند. خوبه که دکتر سید عبدالله هم
پروسر قبول کنم، چون خود از اینا در انتخاب همین کمیشنرها سهم و فعال داشتم. تمام همین کاندیدای محترم ریاست جمهوری در وقت باز خود دکتر سب عبدالله خوب همین دولت وعدت ملی 50% شریک بودم و اگه مشکلات وجود داشت بیتر بود که قبل از اینکه پروسه شروع بشه این مشکلات خود همراه مردم افغانستان شریک نساختم. اعضای مجمع اصلاح طلبان هرات میگویند که کشاکش بر سر چالش‌های انتخاباتی اوضاع کنونی در کشور را بدتر از قبل خواهد ساخت. به گفته آنان در اوضاعی که جنگ و نابسامانی‌ها هر روز از شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد، باید بر اساس اصل همدیگرپذیری گام برداشته شود. تحت همی شرایطی که فعلا ما قرار داریم باید دست به دست هم بدیم که تا این دست به دست هم بدیم تا که حکومت خوب برقرار کنیم، چون همه مردم از جنگ و ناامنی و این وضعیت فعلی خسته شدن و به یک حکومت خوب نیاز دارن که زعیم خود خود ما انتخاب کنیم. پس ما حمایت میکنیم و همچنان صلح آرامی در کشور. برخی از ساکنان هرات در حالی از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند که بر اساس گزارش ها محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در این ولایت به حیث والی گماشته شده است. اعضای شورای ولایتی هرات میگویند نظارت از مراکز درمانی این ولایت بسیار ضعیف است و باید به این امر توجه بسیار زیادی صورت بگیرد. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکات گفته که روند نظارت از مراکز صحی در ولایت هرات به صورت درست صورت نمیپذیرد و ریاست صحت عامه باید برنامه های همه جانبه در نظر داشته باشد. آقای کروخی در ادامه گفتهای امروز خود تاکید ورزید امکانات موجود در مراکز صحی با کمبودهای بسیاری مواجه هستند و هیچ اقدامی از سوی ریاست صحت عامه تا کنون برای این منظور انجام نشده است. در این حال مسئولان ریاست صحت عامه هرات میگویند که طی مکتوبی از مسئولان در مراکز صحی ولسوالی های هرات خواسته شده تا چالش هایشان را در میان بگذارند. شماری از فعالان جامعه مدنی و ساکنان هرات از پاسخگویی نکردن حکومت به دادخواهی ها ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنها رسیدگی نکردن مسئولان به خواستای مردم انگیزه ها را نسبت به دادخواهی ها کاهش داده است. شماری از ساکنان و فعالان مدنی هرات حکومت را در قبال پاسخگویی به دادخواهی ها به بی‌پروایی متهم کرده و می گویند که این روند لطمه بزرگ بر تداوم دموکراسی در افغانستان ایجاد کرده است. آنان میگویند که عدم رسیدگی به خواستهای دادخواهان سبب شده است تا همگان به این رکن اساسی دموکراسی به دیده تردید نگاه کنند. به باور آنان دادخواهی های امروزی در کشور صداهایی هستند که شنیده نمی شوند. متاسفانه هیچ حرکتی و هیچ صدای یا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای این فعالین مدنی نیست و واقعا مردم به سطوح آمدن. فعالین مدنی خسته شدن از اینکه قدر دادخواهی کردن و کسی صدایی از اونا نشنید. مردم در قسمت دادخواهی، در قسمت امنیتی، اقتصادی، فرهنگی دادخواهی زیادی انجام دادن، اما متاسفانه که دولت مرکزی پاسخگو به سوالات یا به خواسته های مردم نبود. از این بابت مردم خسته شدن و انگیزه اینا نسبت به دادخواهی ها کمتر شده میره. در کنار این شماره هم با نگرانی از اوضاع کشور میگویند که از اثر بی‌توجهی مسئولان دامنه بی‌بندوباری ها هر روز در کشور گسترده تر می شود. به گفته آنان اوضاع بد امنیتی و عدم رسیدگی به خواستهای مردم زمینه ساز هرج و مرج های بزرگتر خواهد شد. آنان میگویند که وضعیت کنونی در کشور از نگاه نابسامانی ها کم پیشینه می باشد. دردی که امروز برای مردم رسیده در طول تاریخ افغانستان وجود نداشته و به تازگی هر روز ما میبینیم که یک نفر اختطاف، ترور و پروگرام های دیگه که در این شهر از فساد اداری شروع تا چیزهای دیگه که انجام میشه. با این حال شماری از فعالان مدنی و ساکنان هرات با تاکید بر تداوم دادخواهی ها در کشور از شهروندان می خواهند تا برای رسیدن به حقوقشان با ابزار دادخواهی به سراغ مسئولان روند. به گفته آنان صدای دادخواهی عاری از تأثیر نخواهد بود.
تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر هست. انشالله یک روز این زبان ها که در حقیقت تیغ خنجر هست، اینا میتونه بسیار سرنوشت ساز بشه در کشور و صدا رسا از اینا میتونه در کل نظام یا سیستم حکومتی افغانستان هم اینا میتونه اثرات مثبت خود بگذاره. انشالله رحمان که ما به این ایده هستیم و کار میکنیم و تک تک از جوانان افغانستان هم مکلف هستن که دادخواهی بکنن، حق انشالله رحمان گرفتنی هست. در این حال مسئولان اداره مالی هرات میگویند که از دادخواهی ساکنان و فعالان مدنی این ولایت همواره استقبال و آن را پیگیری میکنند، اما رسیدگی به تمام خواسته های دادخواهان در برخی موارد از توانایی دولت بیشتر است. تا حالا ما جدیترین موضوع چالش هایی که از سوی شهروندان در سر دادخواهی فعالین مدنی او به مقامات محلی ارجاع شده، با پیگیری هایی که انجام دادیم خوشبختانه مشکلات حل شده و این به عنوان یک رویکرد و روند قانونی ادامه داره و ما تلاش جدی میکنیم تا انتقادات، پیشنهادات و طرحهایی که از سوی نهادهای مدنی و یا دادخواهی هایی که صورت میگیره اینا رو در عرصه عمل تطبیق بکنیم. اما گاهی وقت بعضی مشکلاتی هم وجود داره، مثلا در راستای افزایش تشکیلات امکانات، خب ما این دادخواهی ها رو استقبال میکنیم، پیگیری میکنیم، با مقامات مرکزی ارجاع میدیم، اما خب دولت او توانایی نداره که تمام نیازمندی ها و خواست ها در یک مرحله اینا رو عملی بسازه. گفتنی است که بر اساس قانون نافذه کشور، دادخواهی حق مسلم شهروندان افغانستان است و با آنکه هر ازگاهی صدای دادخواهی پیرامون موضوعات مختلف بلند می شود، اما به باور شماری از فعالان مدنی در هرات کمتر به خواسته های آنان از سوی حکومت پاسخدهی می شود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مسئولان برنامه میثاق شهروندی در ولایت هرات، اکثر فعالیت‌های مربوط به این برنامه در این ولایت اجرا شدند. مسئولان این برنامه تاکید کردند که از آغاز سال مالی گذشته تا کنون 269 پروژه انکشافی در نواحی مختلف این ولایت به اجرا رسیده است. ما در جریان سال مالی گذشته در حدود 262 پروژه ما عملا کار زور شروع کردیم و تعداد دیگه هم تحت کار بود که اونا هم قبلا آغاز شده بود. از جمله 116 پروژه به طور کل ما تکمیل کردیم و به بهره برداری سپرده شده و پروژه های دیگه ما هم تحت کار هست. بر اساس گزارش ارائه شده از وزارت صنعت و تجارت افغانستان، میزان صادرات این کشور در سال جاری به مرز 1 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت در این حال تاکید کرده است که برنامه های روی دست دارد تا میزان ارزش صادرات برای سال آینده به 1.5 میلیارد دلار و در سال 1400 به 2 میلیارد دلار افزایش بیابد. مسئولان این وزارتخانه در این حال تصریح کردند بازرگانان می توانند از طریق دهلیزهای هوایی به نقاط مختلف دنیا، از طریق زمین و راه لاجورد به اروپا و ترکیه و از بندر آبی چابهار ایران به هند صادرات داشته باشند. همزمان با آغاز رسمی طرح کاهش خشونت‌ها، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا از فعالیت آنتن‌های مخابراتی در مناطقی خبر می‌دهد که پیکار جویان طالب پیشتر این اجازه را نمی‌دادند. انجینیر نقیب‌الله سیلاب رئیس اترا می‌گوید پیکار جویان طالب پیشتر در مناطق دوردست شماری از ولایت‌های کشور محدودیت‌های گسترده‌ای برای آنتن‌های مخابراتی وضع کرده بودند که اکنون این محدودیت‌ها برداشته شده است. این خبر پس از آن منتشر شد که ساعت 12:30 شب گذشته روند کاهش خشونت ها به صورت رسمی از هر سه جانب، پیکار جویان طالب، دولت آمریکا و دولت افغانستان، اعلام و آغاز شد. عبدالله عبدالله برای ولایت سرپل والی معرفی کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که عبدالله عبدالله با صدور حکمی محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل را به عنوان والی این ولایت معرفی کرده است. شایان ذکر است که عبدالقادر آشنا والی سرپل از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
پس از آنکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد، عبدالله عبدالله که رقیب اصلی محمد اشرف غنی می باشد، این روند را پر از تقلب خواند. وی در جریان یک نشست خبری در جمع هوادارانش نتایج انتخابات را از بنیاد غیر قانونی خواند و از تشکیل حکومت همشمول موازی در افغانستان سخن گفت. آقای عبدالله با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام نتایج، اکنون محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل را به عنوان والی این ولایت تعیین کرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته که محمد نور رحمانی با عنوان والی و عنایت خان حبیبی به حیث معاون والی سرپل معرفی شدند. به گفته او، آقای عبدالله در این مورد حکم صادر کرده است. محمد نور رحمانی از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم و عنایت خان از افراد نزدیک به محمد محقق می باشند. این دو فرد از حامیان جدی دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به شمار می روند. این در حالی است که عبدالقادر آشنا والی سرپل که سوی حکومت وحدت ملی معرفی شده بود، از گزینش والی جدید برای سرپل اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که در سرپل حضور ندارد. گفته می شود که قرار است در برخی از ولایت‌های دیگر والی‌های جدید از سوی عبدالله عبدالله معرفی شوند. این نخستین اقدام عبدالله عبدالله پس از اعلام پیروزی و تشکیل حکومت همشمول می باشد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 4 روز پیش اعلام شد که بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده این انتخابات است و عبدالله عبدالله در جایگاه دوم قرار دارد. آقای عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و حکومت همشمول را اعلام کرد. او چند روز پیش در نامه‌ای که به سفارتخانه ها و سازمان های مقیم کابل نوشته بود که به زودی کابینه و والیان حکومت همشمول ثبات و همگرایی را اعلام می کند. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که کاهش خشونت‌ها به صورت رسمی از 12 نیمه شب گذشته آغاز شده است. دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرده است که نیروهای دولتی به منظور عملی شدن این طرح آمادگی‌های لازم را روی دست دارند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله نیز در این خصوص تصریح کرده که با آغاز دوره کاهش خشونت‌ها عملیات نیروهای دولتی افغانستان متوقف شده است. این در حالی است که عطا محمد نور والی پیشین بلخ اعلام کرده که همزمان با آغاز طرح کاهش خشونت ها پیکارجویان طالب حملاتی را به ولسوالی زاری انجام دادند. همزمان با اعلام مرحله کاهش خشونت ها در کشور، مقام های آمریکایی گفتند که در صورت ختم موفقانه هفته کاهش خشونت ها توافقنامه صلح بین آمریکا و پیکارجویان طالب روز شنبه آینده 10 حوت سال روان امضا خواهد شد. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. سازمان جهانی بهداشت از شیوع ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کرد. مقام ها در سازمان بهداشت جهانی می گویند شیوع ویروس جدید کرونا یا کووید 19 در ایران که طبق آمار رسمی تاکنون 5 کشته و 18 مورد جدید ابتلا به این ویروس گزارش شده است، بسیار نگران کننده است. آنان همچنان می گویند برای پیشگیری از این ویروس باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. روز گذشته دولت ایران از 13 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و در نتیجه مجموع موارد ابتلا به این ویروس به 18 نفر رسیده است. با این حال تدروس اتانون دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست خبری گفت: Dangerously unprepared for the next global pandemic. ما
موارد ابتلا به این ویروس که در سایر نقاط جهان شناسایی شده هرچند از نظر تعداد اندک است ولی با ووهان و چین ارتباطی ندارند، اما این بسیار نگران کننده است. باید بگویم که این موارد پراکنده و اندک از جمله در ایران نگران کننده است. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی همچنان با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی پیرامون موارد ابتلا به کرونا از نهادهای مسئول در ایران اطلاعات دریافت کردند، گفته که باید تماسشان با ایران را بیشتر کند. به گفته وی هنوز هم امکان کنترل این اپیدمی وجود دارد، ولی هر روز که می‌گذرد این احتمال کاهش می‌یابد. تدروس اتانون گفت فرصت هنوز وجود دارد ولی هر روز کمتر می شود. برای کنترل اپیدمی باید هر چه سریعتر اقدام کرد، چون می تواند در هر جهتی پخش شود. تدروس اتانون دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در خارج از چین نیز شناسایی شدند که شمار آن به 1150 نفر در 26 کشور جهان رسیده که از این میان 8 نفرشان جان خود را از دست دادند. در کنار این مقام های بهداشت جهانی میگویند این بیماری تنفسی از انسان به انسان از طریق عطسه و سرفه افراد مبتلا و یا آلوده کردن اشیا قابل انتقال می باشد. قابل یادآوری است که تاکنون هیچ دارویی برای درمان ویروس کرونا کشف نشده است. و اکنون خبری از دنیای فناوری. گوگل اعلام کرده است که ارائه رایگان وای فای معروف به گوگل استیشن را پایان می دهد. ارائه رایگان وای فای از سوی گوگل از چندین سال به این طرف در هزاران نقطه از جهان به ویژه در ایستگاه های قطار در هندوستان جریان دارد، اما اکنون این شرکت از پایان دادن به این برنامه خبر داده است. گوگل هم اکنون علاوه بر ارائه خدمات رایگان اینترنت در 400 ایستگاه قطار در هند، خدمات مشابهی در هزاران نقطه دیگر از دنیا ارائه می کند. برنامه گوگل استیشن یا استفاده گوگل در سال 2015 میلادی با هدف ارائه رایگان وایفا در ایستگاه قطار هند راه اندازی شده بود. اما اکنون شرکت اعلام کرده که برای ارائه خدمات وایفای رایگان در سراسر دنیا به ویژه در هند تا اواخر سال جاری میلادی پایان می‌دهد. گوگل دلیل عمده این تصمیمش را کاهش قیمت داده‌های تلفن همراه در بازارهای مختلف جهان و مقرون به صرف نبودن آن عنوان کرده است. البته این تنها دلیل برای خاتمه دادن به خدمات وایفای رایگان نیست، بلکه گوگل اعلام کرده است که پیدا کردن مدل تجاری جایگزین در مقیاس این برنامه نیز به چالش بزرگی تبدیل شده است. در این حال شرکت رایلتل که با گوگل در زمینه ارائه خدمات وایفای رایگان در هند همکاری می‌کند، تأکید کرده است که با وجود این تصمیم گوگل همچنان با ارائه خدمات رایگان در ایستگاه ادامه می‌دهد. نگفته نماند که در اعلامیه گوگل آمده است که این برنامه در آفریقای جنوبی به پروژه سینک وایفا منتقل می‌شود و این پروژه به گونه مستقل کار خواهد کرد. گوگل در سال 2018 میلادی اعلام کرد که بیش از 8 میلیون کاربر در این طرح دارد. باید یادآور شویم که در کنار هند همکنون کشورهای مکزیک، اندونزی، فیلیپین، تایلند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از عمده‌ترین مکان‌های استفاده کننده از برنامه ایستگاه قطار گوگل می‌باشند. و اکنون سر می‌زنیم به آلمان. گروهی از افراد در اعتراض به حمله تروریستی که منجر به کشته شدن 9 نفر در کافه ها در هنف در نزدیک فرانکفورت شد، یک زنجیره انسانی در اطراف دروازه براندنبورگ در برلین را شکل دادند. آنان میگویند که از دولت آن کشور خواهان عدالت سراسری هستند. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. بی‌پروایی حکومت به دادخواهی‌های شهروندان از زبان فعالان مدنی. هراتیان می‌گویند تداوم این روند لطمه بزرگی بر دموکراسی ایجاد می‌کند. متاسفانه هیچ حرکتی و هیچ صدای یا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای این فعالین مدنی نیست. پشتیبانی برخی هراتیان از اعلام نتایج انتخابات. آنان جنجال‌های انتخاباتی را نگران کننده می‌خوانند.
همه مردم از جنگ و ناامنی و این وضعیت فعلی خسته شدن و به یک حکومت خوب نیاز دارن که زعیم خود خود ما انتخاب کنه، پس ما حمایت میکنیم. آغاز هفته کاهش خشونت در افغانستان. توافقنامه صلح میان آمریکا و پیکارجویان طالب در دهم حوت امضا می شود. نخستین اقدام تیم ثبات با همگرایی پس از اعلام نتایج انتخابات. آقای عبدالله رئیس شورای ولایتی سرپل را به حیث والی معرفی کرد. و خبر دیگر اینکه سازمان جهانی صحت می گوید فرصت جلوگیری از شیوع کرونا در حال اتمام است. فرصت هنوز وجود دارد ولی هر روز کمتر می شود. برای کنترل اپیدمی باید هرچه سریعتر اقدام کرد، چون می تواند در هر جهتی پخش شود. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. سپاس از اینکه بیننده خبرها از چکات بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.